آنچه که امروز شما ملاحظه می‌فرمایید آیین انتخاب جایزه البرز 1400 است. بدین معنا که ما امروز میزبان بیش از 50 چهره ماندگار علمی و صاحب کرسی در دانشگاه‌های شهر تهران هستیم. این عزیزان به دعوت بنیاد فرهنگی البرز و دبیرخانه هیئت انتخاب جایزه البرز 1400 جمع شده اند که شایستگان و آنان که شایسته دریافت جایزه البرز 1400 هستند و معرفی کنند که این جایزه در نیمه مرداد 1400 به شایستگان و برگزیدگان تقدیم خواهد شد. این بنیاد با هدف ارتقاء علمی و فرهنگی جامعه و پاسداشت جایگاه و مقام علم و عالمان و دانشمندان ایرانی و نخبگان پیافکندی شده است. همت والای حسین علی البرز این گونه بوده است که آنچه که در تمام زندگی جسته بود و پیوسته در راه اقتصادی تلاش کرده بود یک جا وقف علمی کشور کردم و بنیاد فرهنگی البرز امروز به خود میبالد که آبش خود این اندیشه زنده یاد حسین علی البرز است. آنچرا که در مأموریت و اهداف بنیاد فرهنگی البرز از سوی واقف اون ترسیم شده، اعتلاء فرهنگ کشور از طریق اعطای جایزه البرز به نخبگان و برترین های علمی کشورمون از سطح دانش آموز و نوباوه تا دانشمند، مخترع و دانشجو هستش که این اتفاق در طول سالها رقم خورده و ما در سال جاری که مقارن با 59مین سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز هست قصد داریم که از 59 نفر از نخبگان علمی کشورمون طی مراسمی که در نیمه مرداد پیش بینی کردیم با اعطای جایزه البرز یا همون نوبل ایرانی تشویق و تجلیل به عمل بیاریم. این اتفاق رو در بخش دیگری هم ما برای دانش آموزان داریم که انشالله در نیمه دوم سال جاری برنامه‌ریزی‌های اون انجام شده تا از دانش آموزان برتر کشور اونم در دو بخش متوسطه اول و متوسطه دوم این شناسایی و تقدیر به عمل بیاد. در بخش نخبگان جایزه البرز 1400 ما در 4 بخش نفرات واجد شرایط به کمیته علمی جایزه البرز معرفی شدند. بخش اول بخش دانشجویان هست که از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای انتخاب 40 نفر اقدام میشه که تقریبا 150 نفر از افراد واجد شرایط از سراسر کشور به کمیته علمی و هیئت انتخاب جایزه البرز معرفی شدن. در بخش طلاب ما برای انتخاب 7 نفر از طلاب برتر علوم دینی در حال حاضر با معرفی مرکز استعدادهای برتر حوزه علمی قم در حال بررسی مدارک و مستندات بیش از 20 نفر از طلبه ها هستیم و در بخش مخترعان که بنا هست به از 6 نفر از مخترعان تقدیر به عمل بیاد مدارک بیش از 25 نفر از مخترعان با معرفی بنیاد ملی نخبگان به دبیرخانه علمی انجام شده و امروز در 8 میز و در 8 بخش مختلف با حضور اساتید ممتاز دانشگاه‌های سراسر کشور و شهرهای ماندگار علمی با بررسی دقیق مدارک، مستندات و سوابق هر یک از افراد واجد شرایط قصد بر این هستش که شایسته ترین فرد از جمع این نخبگان رو انتخاب بکنیم تا این جایزه البرز رو انشالله به کسی اعطا بشه که بیشترین شایستگی و لیاقت اخذ اون رو داشته باشه. 3 ویژگی مهم رو زنده یاد البرز برای برندگان جایزه البرز برشمردند که من اینها رو اشاره بکنم. 1 اقدامات اونها باعث کاهش آلام بشری بشود. 2 باعث ارتقای رفاه زندگی انسانی بشود و 3 باعث اعتلای نام ایران در جامعه جهانی بشند.